مادر ای تا خارو فرزند بدخشانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز مسکن من قندهار و تفریگاهم بامیان عاشقی دایکنده و پنشیر و پغمانم هنوز عاشقی دایکنده و پنشیر و پغمانم هنوز میهنم از تاف و تاب و گلشنی شعر و ادب زنده ای خاک و گدای این دبستانم هنوز زنده ای خاک و گدای این دبستانم هنوز من بعی علم و هنر باشد حرات با سلطان دوست داری بالغ سخوز کانال قشتیپه یکی از بزرگترین پروژه های انکشافی افغانستان کانال آبی که 50 سال پیش در هان ساخته شده بود حالا در حال اجرا می باشد. این کانال چقدر در رشد انکشاف اقتصادی افغانستان کمک می کند؟ کار ساخت این کانال چقدر هزینه دارد؟ با تکمیل شدن این پروژه بزرگ افغانستان در چه عرصه های خودکفا خواهد شد؟ میهنم موج بحری بیکران و جان توفانم هنوز موج بحری بیکران و جان توفانم هنوز زاده ای تخار و فرزند به نام خداوند یکتا و بهمتا سلام و وقتتان بخیر همراهان گرامی امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین یک دنیا ممنون شما ایزان که همواره برای دیدن ما را انتخاب میکنین تلاش شما همی است که همواره بهترین های افغانستان تقدیم شما ایزان بسازین این بار باز هم من سمیر مجروع با یک گزارش متفاوتر خدمت شما ایزان قرار گرفتیم کانال قشتیپه که یکی از بزرگترین کانال های آبی در سطح افغانستان و منطقه است افغانستان یکی از کشورهایی است که مهار به خشکی است و در خشکی زندگی میکنه و در ضمن این یگانه کشوری است که بیشترین آب شیرین دارد و سالیان زیاد می شد که آب افغانستان به کشورهای بیگانه مثل تاجیکستان، پاکستان و ایران می رفت بدون کدام قید و قویداد و کدام هزینه که از کشورها به افغانستان برداخت شد 50 سال قبل در زمان حکومتداری داود خان یکی از اولین رئیس جمهور افغانستان یکی از کسایی که تلاشش ای بود تا افغانستان تبدیل بسازه به یکی از بهترین کشورهای دنیا و در کار خود موفق هم شده بود 50 سال قبل طرح و پیشنهاد کانال قشتیپه آمده ساخته بود جنگ های داخلی و سلسله مشکلاتی که در افغانستان بود مانع از این شد که تا کانال قشتیپه را تمام بسازند خوشبختانه در زمان جمهوریت در زمان حکمروایی اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان دوباره کار کانال قشتیپه آغاز شد ولی باز هم به دلایل جنگ های داخلی و بنابر مشکلاتی که در افغانستان بود و هزینه کافی که نداشتن کار کانال قشتیپه متوقف شد این بار دومین بار بود که کار کانال قشتیپه آغاز میشه ولی بنابر مشکلات داخلی دوباره متوقف میشه خوشبختانه در زمان امارات اسلامی در زمان حاکمیت امارات اسلامی کار عمومی کانال قشتیپه آغاز شد و در 3 فاز تقسیم شد خوشبختانه کار فاز اول کانال قشتیپه هم تمام شد فعل حال هم روی فاز دوم کانال قشتیپه کار جریان داره یک بسته معلوماتی در این رابطه آمده ساختیم که چقدر کار در فاز دوم کانال قشتیپه پیش رفته چقدر هزینه برده و چقدر هموطنهای عزیز ما در این کانال کار میکنن بعد از اتمام کانال افغانستان در چه عرصه های خودکفا میشن از شما ایزان هم دعوت میکنن بسته معلوماتی را مشاهده بکنید دوباره زود برمیگردیم تشنگی انگور شدیدن دی پروانم هنوز تشنگی انگور شدیدن دی پروانم دریای آمو این دریا از کوههای پامیر سرچشمه میگیرد و به دریای اورال میرسد
افغانستان از طریق همین دریا از کشورهای همسایه شمالی خود جدا می شود. دریای آمو مرز میان افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل می دهد. حالا افغانستان می خواهد از این آبها برای رشد و انکشاف زراعتی خود استفاده کند. برای این کار افغانستان باید کانال می ساخت تا این آب را به زمین هایی که از مسیر دریا فاصله دارند برساند. کانال قشتیپه یکی از بزرگترین کانال های انتقال آب افغانستان و منطقه است که از ولسوالی کلدار ولایت بلخ شروع شده و آب دریای آمو را به طول 285 کیلومتر با پهنای 100 متر و 8.5 متر تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب منتقل خواهد کرد. این کانال در هر ثانیه توانای انتقال 650 هزار متر مکعب آب را دارد که طبق طرح داده شده قرار است 5500 هکتار زمین کشاورزی را در مسیر خود آبیاری کند. در طرح اولیه ساخت این کانال که در زمان محمد داود خان رئیس جمهور پیشین افغانستان ساخته شده بود، قرار بود هر 43 کیلومتر این کانال آبی در یک سال ساخته شود، ولی به دلیل جنگ های داخلی کار ساخت آن متوقف شد. بعدها در زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی در سال 1400 دوباره کار آن آغاز شد، اما متاسفانه باز هم به دلیل جنگ های داخلی کار این کانال متوقف شد تا اینکه در زمان حکومت امارات اسلامی افغانستان در ماه حمل 1401 کار عملی این کانال شروع شد. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای افغانستان ساخت این کانال را در 5 سال اعلام کرد. پروژه کانال قشتیپه در زمان حکومت محمد داود خان بر افغانستان بین سالهای 1352 تا 1357 طرح شد، ولی به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در حمل سال 1401 کار ساخت آن به طور رسمی آغاز شد. کانال قشتیپه طی 3 فاز اجرا خواهد شد و آبان از ولسوالی خلم، نهرشایی و دولت آباد ولایت بلخ عبور کرده و به ولسوالی های آقشه، مدیان و خوجه‌دوکوی جوزجان رسیده و از آنجا به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب سرازیر می شود. در مسیر بزرگ این کانال آبی چندین آبگردان، سیستم های آبی و سطح کوچک برای تولید برق در نظر گرفته شده است که با اجرای آن در یک سال 9 میلیون متر مکعب آب ذخیره و 600 هزار هکتار زمین خشک به زمین آبی تبدیل خواهد شد. این پروژه در 3 مرحله اجرا می شود. مرحله اول به طول 108 کیلومتر از کنار دریای آمو در ولسوالی کلدار بلق آغاز و تا ولسوالی دولت آباد بلق ادامه دارد که تقریبا کار مرحله اول آن به اتمام رسیده است. مرحله دوم 177 کیلومتر از ولسوالی دولت آباد بلخ تا اندخوی ولسوالی ولایت فاریاب ادامه دارد و مرحله سوم نیز به توزیع زمین های کشاورزی تأسیس می گردد. بر اساس آمارهای حوزه دریای شمالی در حال حاضر 5.1 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو به ازبکستان، 49.6 میلیارد متر مکعب آن به تاجیکستان و 1.59 میلیارد متر مکعب آن به ترکمنستان می‌ریزد. به گفته این مسئولان اداره انکشاف ملی افغانستان، قرار است مرحله اول این پروژه با بودجه 8.2 میلیارد افغانی انجام شد. گزارش شده حفاری 100 کیلومتر اول کانال قشتیپه حدود 91 میلیون دلار هزینه برداشته است و با افتتاح این کانال قشتیپه توانایی منطقه شمال افغانستان به خصوص در حوزه کشاورزی افزایش چشمگیری خواهد داشت. این حوزه با زمین‌های مرغوب و حاصل خیز، شرایط بر جغرافیا و آب و هوای منابعش می‌تواند تأمین کننده بسیاری از اقلام کشاورزی برای افغانستان و حتی برای صادرات به منطقه باشد. با گفته برخی از کارشناسان، با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند گندم خود را تامین کرده و حتی صادرات هم انجام دهند. این کانال می تواند برای رشد اقتصادی و توانایی مالی باشندگان این منطقه کمک کند که باعث رشد اقتصادی افغانستان نیز می شود. هدی دارد نورستانم هنوز در دوهای بی
شادی دارن نورستانم هنوز قرغا و گل قندی و بالا حسار و باغ بش تفریگاهی خاص و آمست این وطن دانم هنوز تفریگاهی خاص و آمست این وطن دانم هنوز صدقه آب و فضا و دشت و کسار شبم در فراقی هموطنان اسلامی یک دنیا ممنون شما ایزان که تا آخر برنامه با ما همراه بودیم. آهسته آهسته رسیدیم به دقایق اخیر برنامه. ناگزیر هستیم که از دور شما ایزان هم خداحافظی میکنیم. چون وقت برنامه ما هم به اتمام رسیده. اگر میخواین همین گونه ویدیوهای ناب و عالی ما به دست شما ایزان قرار بگیرن، کافی است که کانال ما را لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، گزینه زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین و بهترین برنامه ما باشه. یک برنامه در رابطه با پیشرفت و در رابطه با پیشرفت کار فاز دوم کانال قشتیپه آمده ساخته بودیم. امیدوار هستم برنامه ما مورد پسند شما ایزان قرار گرفته باشه. نقد نظر پیشنهادات انتقاداتتان در کامنت بر ما بنویسین. نقد و نظر و پیشنهادات انتقادات شما ایزان بر ما قابل قدر است. در اخیری برنامه هم یک چند تصویر زیبای از طبیعت زیبای افغانستان هم قرار دادیم و همچنان طبیعتی که طرف کانال قشتیپه میریم یک چند تصویر از رای کانال قشتیپه را هم برای شما ایزان در این گزارش آمده ساختیم. اونا را مشاهده بکنین. ما از دور شما ایزان خداحافظی میکنم، ولی تصاویر زیبای طبیعت زیبای افغانستان در اخیر برنامه قرار داده شده، فراموشتان نشه که اونها را هم بیننده باشین. تا درود دیگر، بدرود. سمنگانم هنوز شهروندی کابل و بلخ و سمنگانم هنوز مسکن من قندهار و تفریگاهم بامیان عاشقی دایکندی و پنشیر و پغمانم هنوز عاشقی دایکندی و پنشیر و پغمانم هنوز میهنم از تاف و تاب و گلشنی شعر و ادب زنده خاک و گدای این دبستانم هنوز زنده خاک و گدای این دبستانم هنوز من بعی علم و هنر با شرحراتی با ستان دوست داری بالغ سخست و هم لغمانم هنوز دوست داری بالغ سخست و هم لغمانم هنوز از زمر تا بلعن و لاجورد و نفت و گاز گنجوها افتی دست در کوه و دامانم هنوز گنجوها افتی دست در کوه و دامانم هنوز جای و گاهی رستم و سراب و آرش میهنم موج بحری بیکران و جانی توفانم هنوز موج بحری بیکران و جانی توفانم هنوز زاده ای تخار و فرزند بدخشانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز مسکن من قندهار و تفریگاهم بامیان عاشقی دایکندی و پنشیر و پغمانم هنوز عاشقی دایکندی و پنشیر و پغمانم هنوز فصل زیتون جلال آباد و توتی گل بهار تشنگی انگور شدیدندی پروانم هنوز تشنگی انگور شدیدندی پروانم هنوز از سری پول تا فرازی قله های هندوکش درد و های بی حدی دارد نورستانم هنوز درد و های بی حدی دارد نورستانم هنوز قرغ و گل قندی و بالا حسار و باغ بش تفریگاهی خاص و عام است این وطن دانم هنوز تفریگاهی خاص و عام است این وطن دانم هنوز صدقه آب و فضا و دشت و کسار شبم در فراقی هجری تو عمرست و گریانم هنوز در فراقی هجری تو عمرست گریانم هنوز
کابل خی از کمینی دشمنان من پریشانم هنوز از کمینی دشمنان من پریشانم هنوز زاده ای کابل